دوستان سلام همگی، خسته نباشید، خوش آمدید توی هوای سر. یک دور دیگه باز جمع شدیم اینجا تا صدای اعتراض خودمونو به اون مذهبی که جمهوری اسلامی و به اصطلاح اپوزیسیونی رژیم اسم انتخابات روش گذاشتن اینجا اعتراض کنیم. این حرکت اعتراضی به فراخوان احزاب، سازمان ها و جریانات چپ و کمونیست و آزادی خواه فراخوان داده شده. دوستان تک تک میان صحبت میکنن، حرفاشون رو میزنن. من فقط یه اشاره به انتخابات در سیستم جمهوری اسلامی بکنم که در رژیم جمهوری اسلامی از روز اولش تا کنون حتی یک مورد حتی نداشتیم که انتخاباتی با معیارهای جهانی امروز حتی تو چارچوب سرمایه‌داری هم انتخابات بشه اسمشو گذاشت. و بخشی از رژیم و طرفداران رژیم و به اصطلاح اپوزیسیون رژیم که میخوام خواب تو چشم مردم کنم و اسم این انتخابات بذارم، به نظر من یه مضحکه‌ای بیش نیست. فرض کنید که مثلا در کانادا، تو کانادا یه کشیش، یه روحانی نمیدونم، یه پدر روحانی بیاد، اونم نه تنها مال کل مسیحیت، مال یه ورژن، یه نسخه خاصی از مسیحیت توی گوشه کلیسا، یا سه تا آخوند انتخاب کنه، سه تا کشیش انتخاب کنه، بگه که به این سه تا رأی بدید. یعنی این انتخابات تقریبا یه همچون مضحکه‌ای است، واقعا خنده‌دار است. رژیم از روز اولی که روی کار اومد تا کنون، یعنی فردای سرنگونی سلطنت در ایران، جمهوری اسلامی اولین به اصطلاح انتخاباتش گفت جمهوری اسلامی آری یا نه. یعنی هیچ انتخابی به هیچ کس از مخالفان رژیم، مردمی که انقلاب کرده بودن به رژیم سلطنت را سرنگون کرده بودن نداد. نه تنها با اپوزیسیون و نیروهای سیاسی که مثلا شاید میخواستن جمهوری سوسیالیستی هم جزء انتخابات مردم باشه، جمهوری دموکراتیک خلق هم جزء انتخابات مردم باشه، نه تنها این انتخابات رو نگذاشت، حتی بخش از طرفداران خود رژیم مثل بازرگان و بنی‌صدر که اون وقت مثلا ادای دموکراسی در میآوردن میگفتن جمهوری دموکراتیک اسلامی، حتی این انتخاب هم خمینی نگذاشت مردم شانسش داشته باشن. از یه طرف هم کاری که رژیم کرد این بود که جمهوری اسلامی آری یا نه، نه طوری وانمود کرد که هر کسی میگه نه یعنی طرفدار سلطنت است. و طبیعتاً بخشی از مردم که هنوز به اصطلاح تازه رژیم سلطنت رو سرنگون کرده بودن و هنوز امید به انقلاب داشتن و توهم به رژیم، توی انتخابات شرکت کردن با اینکه به جمهوری اسلامی معتقد نبودن، ولی چون انتخابات جمهوری اسلامی آریا نبود، این اولین انتخاباتشون. انتخابات بعدی که تو مجلس بود، بخشی از نیروهای سیاسی هنوز میتونستن کاندید معرفی کنن و در بخشی از شهرها به ویژه کردستان، شمال، مسجد سلیمان، آبادان، بخشی از نیروهای اپوزیسیون اون وقت انتخاب شدن اتفاقا. یعنی تعدادی از فدایی‌ها و مجاهدین به عنوان نماینده مردم انتخاب شدن، رفتن تو مجلس، ولی اینا را یا تو مجلس راه ندادن یا اینکه دستگیرشون کردن به بخشی از نمایندگان مردم که مثلا در جهان امروزی نماینده مردم به اصطلاح باید مسئولیت داشته باشه، اینا دستگیر شدن، زندان شدن و بخشی حتی اعدام شدن، نماینده رسمی مردم. هرچی از عمر جمهوری اسلامی گذشت، یعنی 30 خرداد 60 به بعد، دیگه رژیم تحمل حتی بالهای خودش هم نداشت. از 30 خرداد 60 به بعد زمانی شد که رژیم دیگه نه تنها جزء اپوزیسیون و کسانی که رژیم توهم داشتن، حتی کسانی که به خمینی به اصطلاح دوران طلایی امام را هم قبول داشتن، به اونا هم دیگه پروژه انتخاب شدن نداد. بخشن هم که اونجا پروژه بهشون داد، دیدیم چه معرکه‌ای بود. سال 88 درست کردن، مردم همون رو بهانه کردن، ریختن به خیابون و تا نزدیکی‌های سرنگونی کامل رژیم پیش رفتن. در صد این وضعیت انتخابات رژیم بوده و به نظر من تا سرنگونی کامل جمهوری اسلامی انتخاباتی در جمهوری اسلامی معنی نمیده، چون اولین انتخاب مردم سرنگونی جمهوری اسلامی است. کافی فردا یک ذره آزادی نسبی
مردم بدم بگم این چی میخواد. اولین کافیه بگم وقت برعکس جمهوری اسلامی آریانه، اتفاقا الان دقیقاً نوازم درصد مردم برعکس رای میدن، میگن نه نمیشه سرنگونی جمهوری اسلامی. بنابراین اگر انتخاباتی حتی یک ذره آزادی نسبی باشه، انتخاب مردم سرنگونی کامل جمهوری اسلامی است. پس بنابراین تکلیف انتخابات و چیزی به عنوان انتخابات در جمهوری اسلامی معنی نمیده و انتخاب همه ما سرنگونی جمهوری اسلامی است. همه اینا که اینجا وایسادی چیزی جز سرنگونی جمهوری اسلامی نمیده. یه مورد دیگه هم که من باید اشاره کنم به وجود تورنتو مربوط میشه، این هستش که لابی های رژیم تحت عناوین مختلف همیشه سعی کردن یه روز عاشورا بگیرن، یه روز بزرگداشت خمینی بگیرن، یه روز بخوان سفارت رو باز کنن، یه روز بخوان به جای سفارت کنسولگری باز کنن. ما همیشه اپوزیسیون رژیم، مخالفای رژیم، سرنگونی طلبها، کمونیست‌ها، آزادی‌خواه همیشه شاخه‌گامون تیز بوده و نگذاشتیم و یکی دو موردی هم که اینجا خواستن این کار رو بکنن رفتیم و آهروش نبردیم. اینو من فقط میخوام یه دو دیگه یادآوری بکنم که دوستان همیشه شاخه‌گاشون تیز باشه و آماده باشن که لابی‌های جمهوری اسلامی تحت هر عنوانی بخوان اینجا ابراز وجود بکنن، ما همه ما که اینجا واسدیم و همه دوستانی که نتونستن که سرگردیان یا سرکار هستن، همه متحد و یک پارچه همتون که رفتیم میریم و رفترشون خراب میکنیم و آبروی جمهوری اسلامی به اینا را خواهیم برد. این موردی که من خواستم اشاره بکنم که همه دوستان بازم حواستون باشه تحت هر عنوانی بخواهی سفارت باز کنن، کنسولگری باز کنن، تحت عنوانی که مردم نمیدونم به خدمات کنسولی نیاز دارن، مردم به خدمات فلان نیاز دارن، مردم اولین چیزی که نیاز دارن سرنگونی جمهوری اسلامی هست. چند تا شعار میدونی در جهان آزاد هست دوستان. Down with Islamic Republic of Iran. دوستان میکروفون باز است، هر کس آمادگی رو داره رفیقمون شاهین از حزب کمونیست ایران اگه آمادگی شده لطفاً تشریف بیارید. رفقا دوستان عزیزم، با سپاس از اینکه در این سرما و در شرایط خاصی که امروز هست در اینجا حضور داریم، همونطور که رفیقمون بابک هم اشاره کرد، انتخابات در جمهوری اسلامی هیچ معنایی نداره در سیستمی که حتی در 37 سال گذشته دولتی نبوده که با فاکتورهای امروز سرمایه‌داری هم همسویی و همخوانی داشته باشه. ما ببینیم که هر اقدامی که رژیم انجام میده برای تحکیم موقعیت خودش، برای افزایش موج سرکوب، برای موقعیت‌های خاصی که ازش استفاده میکنه، از ابتدای سرکار اومدن رژیم اسلامی و سرنگونی که در انقلاب واقعا به وجود آورد تا الان ما میبینیم که این رژیم هر چهار سال یه بار یا هر چند وقتی بار که انتخابات داشته، این مضحکه نمایشی رو بنا به مصلحت سیاسی خاصی که داشته سازمان داده، همونطور که خودشون اذعان میکنن. برای نمونه مهدوی کنی سال 84 اعلام میکنه، میگه انتخابات در سیستمی که ولی فقیه در اون حضور داره هیچ معنی نداره، چون ولی فقیه ناظر بر همه چیزه و باید همه چیز به میل و اراده اون پیش بره، فقط گهگاهی برای اینکه مردم حضور داشته باشن از مردم سوالی میشه. این سیستم از روز نخست تا کنون خودشو نشون داده و به درستی ما و جریانات چپ و کمونیست در ایران به این رژیم از روز اول نگفتن و تمام انتخابات رو علاوه بر اینکه تحریم کردن، سعی کردن در دوره‌های مختلف سیاست‌های رژیم رو از انجام این نوع نمایش‌ها و این نوع مسکه‌ها آشکار بکنن. همونطور که مطلع هستین، بعد از مسئله برجام و بعد از اختلافاتی که در جناح‌های مختلف حکومتی وجود اومده، برگزاری و نمایشی در از این قبیل برای رژیم یکی از مسائل حیاتی هستش، به خاطر اینکه این رژیم می‌خواد مشروعیت خودش رو، اون چیزی رو که سال‌های سال در 37 سال گذشته با ضرب سرکوب و سرنیزه و آهن بر مردم تسلط پیدا کرده بوده، از این مضحکه ها و از حضور اجباری مردم در پای صندوق های رای نشون بده. اخبار و گزارشاتی که در چند ساعت بعد از برگزاری این مضحکه نمایشی از ایران منتشر شده و خصوص از کردستان، نشان دهنده اینه که واقعا یک سری از عوامل رژیم در این مضحکه همیشه شرکت کردن و بنا به مصلحت خودشون حضور دارن. این موج از اعتراض در صندوق
صندوق های رأی مشخص بوده، مردمی که واقعا باید حق انتخاب داشته باشن که ندارن به پای صندوق های رأی نرفتن و اخبار و گزارشات نشون میده خود رژیم مثل گذشته از آمارهای متناقض داره صحبت میکنه. این در شرایطی پیش میره که ما میبینیم بخشان اپوزیسیون خارج کشور نیست، تعدادی از اپوزیسیون حتی راست و ناسیونالیستی که در منطقه وجود دارن و به ظاهر علیه رژیم اسلامی هستن با فراخوان هایی از مردم خواستن که برای این انتخابات حضور داشته باشه. این عدم وجود افق رو برای ناسیونالیسم و برای بخشی از اپوزیسیون به رژیم نشون میده که به اصطلاح میخوان از راه‌های مختلف رژیم رو تغییر بدن. این رژیم تغییر یافتنی نیست، رژیم اسلامی به هیچ گونه قابل به تغییر نیست. همونطور که دیدیم از سال 88 تا کنون این رژیم حتی به جناح‌های داخلی خودش رحم نمی‌کنه، مخالفین داخلی خودش رو که با بخشی از استراتژی و سیاست این رژیم اختلاف دارن شدیداً سرکوب می‌کنه، چه برسه به اون بخشی از انسان‌های آزادی‌خواه چپ و کمونیست و انسان‌های برابری طلب که در درون جامعه خواستار سرنگونی این رژیم هستن. هر رأیی که به صندوق رژیم اسلامی ریخته میشه یک تأکیدی بر سرکوب زنان، بر سرکوب فعالین کارگری، بر ادامه کشتارها، بر ادامه سرکوب فعالین کارگری، فعالین مدنی، معلمان، پرستاران. و این رژیم کماکان از حضور مردم در پای صندوق‌های رأی فقط برای کسب مشروعیت خودش و برای نمایش رو به دنیای خارج از اون استفاده میکنه. ما مثل حزب کمونیست ایران در طول 30 سال گذشته و تشکیلات کردستان حزب کومله که از 38 سال گذشته در عرصه سیاسی جامعه ایران و کردستان فعالیت داشتیم، همیشه این انتخابات رو تحریم کردیم و مخالف حضور مردم در این انتخابات بودیم. بایکوت انتخابات، عدم حضور در انتخابات نشانه عزم راسخ مردم ایران برای سرنگونی و اعلام مخالف خودشون با رژیم اسلامی است. سرنگون با رژیم اسلامی، مقاومت و پیروزی برای طبقه کارگر. خیلی ممنون، متشکر. مرسی از رفیق شاهین، خسته نباشید. مرگ بر جمهوری اسلامی! مرگ بر جمهوری اسلامی! Down with Islamic Republic of Iran! Down with Islamic Republic of Iran! رفیقمون ندا آناهی بخش، آناهیتا از سازمان زنان هشتمار. تا آنها بیاد دوتا شدگه شمار بدید. مرگ بر جمهوری اسلامی! مرگ بر جمهوری اسلامی! Down with Islamic Republic of Iran! Down with Islamic Republic of Iran! منم خسته نباشید میگم و تشکر میکنم از تمام افرادی که اینجا حاضر شدن. ما در شرایطی داریم اعتراض خودمون رو به انتخابات اعلام میکنیم که 37 ساله زنان ایران، زنان مبارز ایران رأی خودشون رو به جمهوری اسلامی 8 مارس 79 اعلام کردن. اعلام کردن که رأی ما سرنگونی جمهوری اسلامیه. این روزا ما نزدیک به 8 مارس هستیم، نزدیک به واقعه بزرگی که اولین تظاهرات زنان ایران علیه جمهوری اسلامی، علیه حجاب اجباری بود. جمهوری اسلامی زمانی که به قدرت رسید حملش از زنان شروع کرد، حملش از نیمی از جامعه ایران شروع کرد با حجاب اجباری. به هیچ وجه هیچ کدوم از انتخابات جمهوری اسلامی ایران برای زنان ایران مشروعیت نداره. زمانی جمهوری اسلامی ایران پای انتخابات میخواد بره که مشروعیت برای خودش بگیره، که مشروعیت در سطح جهانی برای خودش کسب کنه. 37 سال قتل و شکنجه و اسید پاشی و سنگسار زنان بوده. به هیچ وجه هیچ گونه امتیازی به زنان داده نشده از زمانی که قدرت گرفتن جمهوری اسلامی. هیچ کدوم از جناح‌های جمهوری اسلامی منافع زنان را در نظر نمی‌گیرن و زنان ایران خواهان سرنگونی کلیت جمهوری اسلامی هستند. این مضحکه انتخابات که هر بار برای اینکه دعواهای خودشون رو سر و سامون بدن، برای اینکه بتونن توی جهان چهره دموکراتیک به عهده بگیر به چهره بزنن، ماسک دموکراسی به چهره بزنن، برای مردم ایران هیچ چیز به همراه نداشته. ما بین بد و بدتر انتخاب
انتخاب نمی کنیم زیرا نتیجه بدتر خواهد بود، نتیجه بر علیه مردم ایران، بر ضد مردم ایران خواهد بود. مرگ بر جمهوری اسلامی، زنده باد انقلاب، زنده باد سوسیالیسم. مرسی آنها عزیز، خسته نباشید. احمد از حزب فخری، اوکی برشید بشید، فخری از حزب کمونیست ایران حکمتیست. بشید فخری بشید. خسته نباشید رفقا. امروز هفتم اسفند تو ایران، 26 فوریه اینجا، جمهوری جنایت و خرافه ایران امروز رو مضحکی نمایشی رو به راه انداخته به اسم برای انتخاب کردن مجلس به اصطلاح نمایندگان مجلس شورای اسلامیشون و نمایندگان خبرگانشون. جمهوری اسلامی نماینده مردم ایران نیست. از 37 سال پیش با کشتار، با جنایت، با اعتناق خودش رو به جامعه ایران تحمیل کرده و همچنان هم به کشتارش داره ادامه میده و از طرف دیگه هم تو جامعه‌ای که توش احزاب سیاسی آزاد نباشن، تو جامعه‌ای که فعالیت سیاسی آزاد نباشه، تو جامعه‌ای که حتی فعالین مدنی نتونن و صنفی نتونن اونجا فعال باشن و دستگیر میشن، تو زندان میافتن، دم زدن از انتخابات مضحکه‌ای بیش نیست، مسخره است و خنده داره. جناح‌های جمهوری اسلامی چند روزه به جون هم افتادن به خاطر اینکه رد صلاحیت شدن، یه سری چرا صلاحیتشون به اصطلاح مورد قبول واقع گرفته، به جون هم افتادن، نه به خاطر اینکه به خاطر منافع مردم ایران که از هم پیشی بگیرن که به مردم ایران که اصلاح طلبان میگن به ما رأی بدین چون از اقل بهتریم، یا همین فعالین به اصطلاح که حامی رژیم هستن خارج کشور، داخل کشور، فعالینی که توی هنرمندایی که طرفدار اصلاح طلبای حکومتی هستن، اونایی که خارج کشور خودشون رو اپوزیسیون جا زدن، افرادی مثل فرخ و نگهدارها، نوریزادها و اکبر گنجیها میان میگن به بد رای بدین که بدتر نیاد میدون. برای مردم ایران میدونن که بین بد و بدتر هیچ فرقی بون نمی کنه. اونها همشون، همه اونایی که امروز پای صندوق های خودشون کاندید کردن برای انتخابات، یه تعدادی دزد، چپاولگر، جانی، قاتلن که هر دم یک بار از پستی به پست دیگر میرن، یه بار تو مجلسن، یه بار رئیس جمهورن، یه بار میرن توی مجلس خبرگان. مردم ایران اما کارگران ایران، زنان ایران، معلمین، فعالین حقوق کودک همه باید بدونن که جمهوری اسلامی یه نای بزرگ باید به جمهوری اسلامی بگن و حتی درخواست اصلاح طلبان از اونها به عنوان که بیان توی انتخابات شرکت کنن باید برای خودشون توهینی بدونن. کارگران ایران که همین الان جمهوری اسلامی سعی کرده انتخاباتش رو درست در زمانی بذاره که برای تعیین حداقل دستمزدها کارگران دارن تلاش میکنن تو ایران، درست زمانی که نزدیک عید کارگران ایران باید برای خودشون، برای زن و بچه‌شون ایام عید احتیاج به پول دارن، ولی جمهوری اسلامی نمایندگان اصلاح طلبشون کدومشون کاری کردن؟ شورای عالی کارشون که همشون خود رژیمی ها هستن، از خانه کارگرش، از مجلس شورای اسلامی کارشون، همه و همه با هم چی میخوام بگن؟ همه با هم متحدن در این که تو ایران اختناق باشه، تو ایران فقر و فلاکت باشه. مردم ایران باید بگن ما به استثمارگرانمون رأی نمیدیم، ما به شکندگرانمون رأی نمیدیم، ما به حکومت فقر و فلاکت رأی نمیدیم. زنان اون جامعه هم همینطور، آپارتاید جنسی بهشون تحمیل میشه، حجاب اجباری بهشون تحمیل میشه، حضانت کودک رو نمیتونن بگیرن، هزار یک هزار چیزی دیگه، نابرابری های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، همه چیز. جوانان هم مملکت
رأیشون نه به جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی باید گورش رو گم کنه، چه اصلاح طلبش چه اصولگراش. ولی اینجا هم باید بگیم کارگرای ایران الان باید از این فرصت استفاده کنن. زنان ایران داریم به 8 مارس نزدیک میشیم، باید از این جستی که اصلاح طلبان و اصولگر کل حکومت گرفتن که به قول خودشون جامعه ایران رو دموکراتیک نشون بدن و مردم رو میخوان بیارن پای صندوق‌های رای و برای خودشون مشروعیت بخرن، کارگران ایران باید خواستهای خودشون رو همین الان اعلام کنن، مطالبات فوریشون رو، که مطالبات فوری با اتحاد و همبستگی همدیگه بگن ما تشکل‌های خودمون رو میخواییم، ما میخواییم مجامع عمومی خودمون رو داشته باشیم، شوراهای کارگری خودمون رو داشته باشیم. خواستهاشون و مطالباتشون یکی اینه که باید دستمزدهای عقب افتاده کارگران فوری با بهره دیر کردش باید به کارگران داده بشه. باید به کارگران فعالین سیاسی که به خاطر دفاع از کارگران الان تو زندان هستن، مثل بهنام علیزاده ها، مثل جعفر عظیمزاده ها و خیلی خیلی های دیگه که الان اسمشون یادمون نیست، یادم نیست، باید بگن که باید فوراً بدون قید شرط، بدون پرداخت بدیه یا هر چیز دیگه آزاد بشن. مرگ بر جمهوری اسلامی که ضد کارگره، ضد زنه، ضد شادیه، ضد محیط زیسته و ضد حیوانه و حیوانات اون جامعه است. حیوانات اون جامعه شرف دارن به سران حکومت اسلامی. مرگ بر جمهوری اسلامی، زنده باد آزادی، زنده باد برابری، زنده باد سوسیالیسم. مرسی فخری. مرگ بر جمهوری اسلامی. مرگ بر جمهوری اسلامی. حکومت ترور شکنجه اعدام نابود باید گردد. حکومت ترور شکنجه اعدام نابود باید گردد. Down with Islamic Republic of Iran. Down with Islamic Republic of Iran. محمود احمدی از حزب کمونیست کارگری، لطفاً تشریف. مرگ بر جمهوری اسلامی. مرگ بر جمهوری اسلامی. مرگ بر جمهوری اسلامی. مرگ بر جمهوری اسلامی. کردستان ساله، کردستان ساله 58، کردستان ساله 58 چی گفت به جمهوری اسلامی؟ مرگ بر رژیم و جمهوری اسلامی. مرگ بر رژیم اسلامی. کارگر بیکار سال 58 چی گفت به رژیم جمهوری اسلامی؟ مرگ به رژیم جمهوری اسلامی. مرگ به جمهوری اسلامی. جنبش آزادی زن 8 مارچ سال 58، شعار این جنبش این بود ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم. مرگ بر رژیم جمهوری اسلامی. مرگ بر رژیم جمهوری اسلامی. رژیم جمهوری اسلامی رفتنیست، اینه خودشون هم میدونن، اینه صفوف جنایتکار رژیم جمهوری اسلامی، از رفسنجانی گرفته، خامنه ای گرفته، روحانی گرفته، خودشون هم میدونن که مرگشون نزدیکه، خودشون هم میدونن که یک جنبش عظیم سردگونی عزم کرده که این رژیم رو به گورستان تاریخ بفرسته. منتها سوال اینه چه آلترناتیوی؟ سوال اینه چه آینده ای؟ سوال اینه که اگه ما میخوایم زن تو اون جامعه آزاد باشه، سوال اینه که اگه ما میخوایم آزادی عقیده، آزادی بیان داشته باشیم، سوال اینه که ما اگه میخوایم مذهب از دولت، از سیستم قضایی جدا باشه، سوال اینه که اگه ما میخوایم کارگر استثمار نشه تو اون جامعه، سوال اینه که ما اگه میخوایم حق آزادی اعتصاب تو اون جامعه داشته باشیم، چه نظامی چه پرچمی میتونه آزادی، برابری و یک جامعه انسانی رو تو اون جامعه برمخان بیاره؟
فقط یک پرچم، سوسیالیسم فقط یک پرچم، پرچم کمونیست در اون جامعه. به همین خاطر همه اون آلترناتیوا رو به گذشته دارن، همه اون آلترناتیوا از شورای ملی ایران گرفته، همه اون آلترناتیوا از جریانات اصلاح طلب دولتی گرفته، همه اون آلترناتیوا از جریان ملی اسلامی ها گرفته. فقر، نکبت، بدبختی رو میخوان برای اون جامعه به ارمغان بیارن. ما مبشر آزادی، ما به عنوان یک جریان کمونیستی میگیم مرگ بر رژیم اسلامی، زنده باد سوسیالیسم، زنده باد آزادی، زنده باد برابری. مرسی محمود احمدی. دوستان میکروفون بازه، ترجیح میدم اول دوستان از تشکیلات ها صحبت کنم بعد افرادم میکروفون باز براشون بازه. رفقای حزب ایران آباد و رفقای چریکای فدایی هم اینجا هستن، اگر دوستان صحبت کنه اول میکروفون رو به این دوستان میدیم بعد میکروفون باز برای افراد. در ضمن ایرج رضایی از طرف فدراسیون اگه دوستان صحبت کنه میتونید. رفیق بابک آزاد دوستان صحبت کنید؟ نه. شما از حزب اوکی. خسته نباشین دوستان. یکی دوتا شعار میدیم بعد دیگه من چند کلمه صحبت کنم چون سرده و دوستان زیادی هم صحبت کردن به هر حال لقمه مطلب رو گفتن، من زیاد دیگه صحبت نمی کنم. دانوید اسلامیک رپابلیک آف ایران، دانوید اسلامیک رپابلیک آف ایران، دانوید اسلامیک رپابلیک آف ایران. دوستان ما اینجا جمع شدیم که بگیم این معرکه، این مضحکه انتخابات آیندهی برای جمهوری اسلامی نداره. ما جمع شدیم بگیم که سالهای پیش پسر خاله و دختر خاله و پسر عمه خود را از صندوق در آوردن، الان که به جون هم افتادن و خودشون هم میدونن که آخرین نفسهای رژیم آیندهی برای رژیم نداره، رژیمی که با کشتار و قتل و جنایت سر کار اومده و با کشتار و شکنجه و اعدام و سرکوب به عمر خودش داره اعدام میده، چه با صندوق، چه با انتخابات مضحک بار، چه با کشت و کشتار، آیندهی برای خودش نمیتونه بخره. در همین انتخابات جمهوری اسلامی در تلاشه که مردم رو به صندوق رای بکشه، در همین انتخابات جمهوری اسلامی تلاش میکنه که صف رای دهندگان رو به رخ جامعه و به بیرون از جامعه ایرانی بکشه، ولی صفها خالی هن. اعلام میکنه که حتی کسانی که مخالف هستن رای بدهند و به خاطر نظام، مصلحت نظام رای بدهند. جناح‌ها به قول گفتنی از وقتی سر بالایی میره همدیگر رو گاز میگیره به جون هم افتادن، ولی باز آیندهی برای رژیم جمهوری اسلامی نداره. وقتی اعلام میکنه مردم شهرها رو خالی نکنین، جوانها تو اسمسشون، تو تلفناشون، توی ارتباطاتشون میگن قرار ما خروجی های شهر، یعنی این که جمهوری اسلامی به پشیزی نمیارزه، رایگیری تو رو به مسخره میگیریم، به مسخره میگیریم. این جواب جوانان جمهوری، جوانان که تو جمهوری اسلامی متولد شدن، با فشار رژیم اسلامی بزرگ شدن. جواب زنان نزدیک به 8 مارچه، جواب زنان آزادیه، برابریه، جواب کارگران با اعتراضات اعتصاباتشون، با مبارزاتشون، با اطلاعی دادنشون، حتی از داخل زندانها زندانیان سیاسیشون به جمهوری اسلامی نه، به جمهوری اسلامی سرکوبگر نه، به حکومتشون نمیگن و این آیندهی برای جمهوری اسلامی نداره. مسکه رایگیری جمهوری اسلامی هم تموم میشه و اینها چه خود را انتخاب کنن، چه خود و پسرخاله خود را از صندوق در بیارن، باز جمهوری اسلامی رفتنیه. دانوید اسلامیک رپابلیک آف ایران، دانوید اسلامیک رپابلیک، جمهوری اسلامی سرنگون سرنگون، جمهوری اسلامی سرنگون سرنگون. مرسی. مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر جمهوری اسلامی، دانوید
Islamic Republic of Iran. Down with Islamic Republic of Iran. Down with Islamic Republic of Iran. Down with Islamic Republic of Iran. Free all political prisoners in Iran. Free all political prisoners in Iran. Free all jail workers in Iran. Free all jail workers in Iran. Down with Islamic Republic of Iran. Down with Islamic Republic of Iran. دوستان اگه کسی صحبت نداره یک دوتا موسیقی میذاریم کم گرم شیم آره. I don't know.